سلام بچه، امیدوارم که حالتون خوب باشه. آقا این ویدیو رو دارم بدون هیچ واسطه‌ای، بدون هیچ تدوینی، خوش براتون میذارم. حرف دلی دارم میزنم و یک اتفاقات دیگه که افتاده سر این جریانات خونه امیر تتلو اینو بهتون بگم و یه توضیحاتی هم باید حتما گفته بشه، اینا رو هم بگم بهتون. این ویدیو بدون هیچ تدوین و بدون هیچ کاتی برای شما گذاشته خواهد شد. اما ما اومدیم ویدیوهایی رو گرفتیم، با موری عزیز مصاحبه کردیم، حتی اومدیم با دیگر دوستانی که معتقد بر این قضیه نبودن با اونها هم اومدیم صحبت کردیم. خیلی ناراحت بودیم، یعنی خیلی خیلی ما الان ناراحت و حالمون اصلا بده بچه‌ها، واقعا حالمون بده. چون واقعا وقتی که شما میای میری داخل یوتیوب امیر تتلو حالت بد میشه، ناراحت میشه. هر کی بگه نه، حتی اون تتلیتیا که طرفدارش هم هستیم، ببین ما هنوز طرفدار آهنگش هستیم و اینو همون اول هم گفتیم، ولی روی اون یکی داستان خونه شون اینا میای تو همین الان میری توی یوتیوبش، میاد چیزهایی که پست میکنن، میاد اصلا حالت میریزه به هم و میبینی که واقعا حرفا درسته. سحر قرشی، ستاره صدا، همه درست. شما میتونی ببینی، از اول براتون توضیح بدم، اول اینو بهتون بگم که پس فردا یا پس فردا مصاحبه با امید عزیز داریم، کسی که امیر تتلو میکشونتش داخل خونه، صداها رو ضبط میکنه امید یک ساعت که شکنجهش میکنن، با شوکر و پنج بوکس میزنن، له و لوردش میکنن، یوتیوبش اینا همه رو میزنن پاک میکنن. اون الان براتون توضیح میدم و مصاحبهش پس فردا یا پس اون فردا میاد و میتونید عمق فاجعه رو ببینید با مدرک. حالا برگردیم به عقب. دختری در فکر میکنم دختر بچه‌ای در کشورمون مورد تعرض قرار میگیره، دختر بچه بود. امیر تتلو اگه یادتون باشه میاد یه چیزی مینویسه، حالا تو استوریش بود فکر کنم، که اگر این دختر حجابش رو رعایت میکرد، دختر بچه کوچولو، هیچ وقت این اتفاق نمیافتاد، توف به ننه باباش و فلان و اینا، میبنده اینا رو فوش که اون پدر مادر آتیش داشتن میگرفتن، داشتن میمردن وقتی امیر تتلو این حرف رو زد که میخواستن ازش شکایت بکنن. از همون موقع ها این داستان ها بود اگه یادتون باشه. یه روزی امیر تتلو می اومد، ماه رمضون بود، می اومد آیه های قرآن رو میذاشت، دعاهای افطار و اینا اگه بود اشتباه نکنم هر روز میذاشت، یهو وسط ماه رمضون اومد گفت بغبغو، هر کی نگه بغبغو. خب این مغز یعنی چی؟ یکی اینو برای من توضیح بده، تتلیتی اینو برای من توضیح بده. یکی که این کارا رو میکنه، امیر تتلو پریروز بود، دیروز بود که اومد نوشت که دیگه خیلی پررو شدیم، دیگه من باید برگردم ایران، کار دست خودم میدم، دیگه هم کنسرت نمیذارم، همه رو میفرستم برن و فلان و اینا. یک ساعت بعد اومد گفت داریم تمرین میکنیم و کنسرت رو میخوایم بذاریم، هر کی بلیط نخره. تتلیتی‌ها رو فوش داد و همه رو فوش داد مجدد. و اینو یکی برای من توضیح بده، این افکار، این چیزایی که این از چه مغزی میاد، چه توجیهی دارین به من اینو بگین. آدم سالم به نظرتون اینجوریه؟ توضیح بدین برای من دیگه. پس آدمی که اینجوری در مجازیش این شکلیه، حالا شما رفتی توی خونهش، آشپز بودی، فلان بودی، تتوارتیست بودی، هر چی که بودی، دیگه همه رو که نمیاد با هم دیگه شکنجهگاه که نیستش، که زندان که نیست بخواه همه رو چیز. حالا از اون دست آدم هایی که خوشش میاد و فلان میاد و اله میاد، اون بلاها رو سرشون میاره. پس میشه، شما میتونی هر روز شخصیت امیر تتلو رو در یوتیوبش ببینی، هر آن چیزی که همه بچه اومدن گفتن صحبت کردن رو میتونی ببینی داخل یوتیوبش. الان یه چیز میگه، یک ساعت بعد یه چیز دیگه میگه، یک ساعت بعد همه رو فوش میده، ننه بابا همه رو میکشه با آتیش، دوباره میاد مهربون میشه، دو ساعت بعد یه چیزی. یعنی چی؟ بالا پایین، بالا پایین، بالا پایین.
شما اینو برای من توجیه بکنین که چرا یه آدم اینجوریه. توجیهتون هم شد این باشه که نه خب این سلطان و آدم گنده ای و نمیدونم چه توجیهی برای من دارین، اینو به من اگه میشه در کامنت ها بگیم، من همه رو میخونم. یک آدمی که اینجوریه چی باعث میشه که اینجوری باشه؟ از حرفایی که همه میزنن که آقا موه من این کرشید آورد پایین و امیر تتلو ویدی پری روز میاد میره لباس بخره برای تتو آرتیستش. نمیدونم دقت کردی یا نه، عینک رو چشمش داره، برمیگرده میگه که یکی میگه سلطان عینک رو زده که انرژی های منفی وارد جسمش نشه. یا وایسایی که دیدین دیگه، همه نشون دادن مدارک که تو زامبی میشی، با مادرش نذار صحبت کنه، زامبی میشه. امیر تتلو میگه به خاله اون دختره که پیششه، میگه ارتباطشو با مادرش قطع کن که زامبی نشه. عزیزان دل من، اینو برا من بگین که یعنی چی. و کارمایی که خودش همیشه میگه به نظر من همینه دیگه. شما بیای ستم کنی، ظلم کنی، کسی که عاشقته حتی حاضر پیشت بیاد بخوابه، اومده که بخوابه، نیومده تو کتکش بزنی، که نیومده که تو گوشیشو بشکنی، نیومده تو ارتباطشو با خانواده قطع کنی. اینا بی خانواده نیستن، اینا اینجوری نیستن. دیدین مدارکشو همه گذاشتن، مادر پدران نگران بچه‌هاشون، مادره گریه میکرد تو رو خدا از دختر من چی نذار. بعد اون از اون بعد گفت نخور، من میدونم فلان زامبی شده دختره. زمانی هم که کسی بخواد عکس العملی نشون بده، خب الان که خیلی چون پخش شده این اتفاق نمیفته، امیر تتلو میاد خانواده رو دختره رو تهدید میکنه که تتلیتیا میان رو دستید و فلان میکنن، اله میکنن، رضایت بدین شکایت نکنین. تتلیتیا عزیز، چرا به اینجا کشوندین که آقای امیر تتلو تا میخواد توجیه کنه، دفاع کنه، شما را بندازه وسط که شما میرین فلانی رو اگه من بگم تیک پارش میکنین؟ چرا باید همچین اتفاقی بیفته به نظر من؟ پس فردا یا پس اون فردا میام امیدو میذارم که امیدو چطور اینو شکنجه میکنن. یه بادیگاردی هم داره که اونم من پاره میکنم، قد بلنده فلانه، از اونم یه چیزایی براتون خواهم گذاشت بعدن بفهمین اون بیناموز کیه، که تا زنگ میزنن امیر میگه فلانی رو فلان کن، میزنه استخونا طرف میشونه. تو بیناموز هم که فارسی بلده میدونم با چیکار کنم. یه چیزایی هم گفتی خدمتت خواهم رسید که آره آیدین رو من میدونم، میاد قبرس، میاد فلانجا، میره خودم میگیرمش میارمش پیش تو آقا امیر خدمتش برسی. میام، من میام روزی که دارم میام و اعلام میکنم، ببینیم کد تنه کیه. اونایی که منو میشناسن میدونن من کلم خالیه تو اینجور چیزا. منو نگاه نکن آقای بادیگارد امیر تتلو، کل من خیلی خالیه، من با تیزی میزی صحبت نمی کنم. گرفتی؟ من با تیزی میزی صحبت نمی کنم. برو چیزایی که توش باروت و اینا حالا کار ندارم، اونجوری میام استانبول آقای بادیگارد عزیز. همه اونایی که منو میشناسن کاملا میدونن که کسی که بخواد تهدید بکنه که تو میای همیشه ترکیه میای، من تو رو میکشونم امیر آیدین رو توی خونه تو اون موقع بزنیم لتو پارش کنیم، من میام روزشم اعلام میکنم، بیناموس باشم این کارو نکنم. حالا علایان خواستم اینو بهتون بگم و اینو بهتون بگم بچه خدا شاهده انقدر ما ناراحتیم از این قضیه، دوست نشم مثلا این اتفاقات بیفته و از ته دلمون خدا شاهده بچه چند روز پیش بودیم خدا کنه کنسرت این بچه برگزار بشه، شاید حالش بهتر بشه، شاید فلان بشه، ولی دیدیم نه آقا این اصلا مغزش پوکیده، یهو میاد الان اینو میگه، دو ساعت بعد میاد بابا نوازنده ها تو خونن همه رو داره فوش میده تو یوتیوبش، خوار مادر اونو میکشه جلوی چشمش، بعد توجیه اون آشپز و فلانی که پیشش بودن. نه امیر خان تو دلش چی نیست، اون لحظه احتمالا یه کاری کرده اومده اونجا اینجوری بده، رو در رو چیزی نمیگه، فقط پاره میکنه طرفو.
ما گفتیم بچه خدا کنه کنسرتش بشه از این حال لر بید، حتما چیزی چون نمیشه کاراش نمیشه اینجوری، دیدیم نه. و بچه اومدن از قدیم و ایامش کارهایی که میکرده رو برای من گذاشتن، دیدم نه با این از قدیم حالش خرابه. بابا کسی که مادر خودشو بیاد بگه مادر من فلان بوده ال بوده، تو ویدیوهاش هم بیاد به اون حالش خرابه دیگه، دیگه همینه. بعد اومده مدیر آقا ببخشید ابی به ابی، ابی تو دیگه اون گنده تر که نیستی که، شاهد این بودم تهیه کننده غذایی رو آورد توی هتلی که داشت، ما تو کنسرتی که داشت تو اون هتل بودیم که ببینیمش و اینا، هتل غذایی نداشت که ابی بخوره، پسرش رفت بیرون غذا گرفت آورد، هیچ اتفاقی نیفتاد. حالا اگه امیر تتلو بود تهیه کننده رو فوش میداد، مودی برنامه رو فوش میداد، همه رو میباز فوش خواهر و مادر، نمیدونم. پس فردا یا پس اون فردا مصاحبه با امید رو ببینید، سند و مدارکی که ویس یک ساعت از خونه امیر تتلو شکنجه هایی که میشه رو براتون خواهیم گذاشت و دردناک دردناک. این ویدیو هم بدون هیچ کاتی چیزی بچه گذاشته میشه و عاشق همه تونم نظراتتون رو تو کامنت میخونم.